فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن، ساتلایت اکسپرس AM6، ترانسپاندر A04، فریکونسی 12594 مگاهرتز، پولاریزیشن ورتیکال، سیمبل ریت 27500، FEC 2/3. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز جمعه. ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن را همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم در حقیقت ششم بهمنه، یک روز مهم در تاریخ ایران، و 26 ژانویه است. همه این گرفتاری ها در حقیقت که امروز ما بهش مبتلا هستیم از همون 6 بهمن و اون انقلاب سفید اتفاق افتاد. یه گام بزرگ، یه گام خیلی بزرگ برای اعتلاء کشور و مردمش. و متاسفانه طرح‌ها همه درجه یک بود. به قول آقای دکتر ودیعی که چندین مقاله و مطلب راجع به انقلاب سفید نوشته، باورش اینه که اون 6 اصل اول کافی بود و بعد رو اون 6 اصل کار میشد. یکیش مثلا سهیم شدن کارگران در سود سهام کارخانجات. این خب بعد میرفتن دنبال میکردن، میدیدن که کارخونه داره 3 دفتر داره. یه دفتر برای اداره مالیات داره، یه دفتر برای سود، تقسیم سود داره که به کارگران سود برسونه، و یه دفتر که برای خود صاحبان شرکت هست و سهامداران اصلی، که اون درست‌ترین دفتره. این دفتر مالیاتی، این حسابسازی شده برای اینکه مالیات کم بده، و اون دفتر که برای تقسیم سود سهام بوده اونم دروغ بوده. بیشتر از حدی که کارخونه سود کرده اعلام میکردن و سهم میدادن به کارگران. و این دستگاه دولت باید رو این موضوع، این حرفی نیست که من الان اینجا و من 50-60 سال بعد بزنم، نه، این حرفیه که همون موقع آدمای بزرگ، آدمایی که تو دستگاه کار میکردن، عاشقانه خدمت میکردن، اونا مقالاتی در این زمینه ها مینوشتن. یادم یه بار راجب دکتر رحیمی اینجا پرسیدم و اون کسی که گفت چرا من رأی جمهوری اسلامی نمیدهم و توضیح میده، به نامه سرگشاده مینویسه، تو روزنامه که هم منتشر میشه، خیلی از آدما میگفتن مگه اون کتابم نوشته؟ بعد من عکسای کتاباشو تا اونجایی که تونستم رو اینترنت پیدا کردم و رو صفحه گذاشتم به مردم نشون دادم که آره، او کتاب زیاد نوشته. متاسفانه جامعه ما همش در شوره، در هیجانه، دنبال منطق نیست، دنبال واقع نیست، دنبال اون چیزی که بهش میگه چه باید کرد نیست. اجازه بده که هر چی این تلفونا رو بلاکشون میکنی باز دوباره از یه سوراخ دیگه زنگ میزن. خیلی اینا عجیبه. اونم حتما باید یه راهی باشه، خدا رحمت کنه آقای پیران، اگر بود این نازنین ما در این زمینه حتما به من کمک میکرد و یادم میداد که چیکار کنم. چون من اینا رو بلاک میکنم، دوباره از یه شماره دیگه زنگ میزنن و میخوان بیمه بفروشن. من آقا بیمه دارم دیگه، آقا چند تا بیمه بخرم؟ بگذاریم
وقت رو ضایع نکنیم. میدونم شما بیش از من در انتظار شنیدن تحلیل های آقای آلبرت بوتساز هستید. اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما. درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهنی میهن در آمریکا، در اروپا، در ایران عزیز، در سراسر دنیا، هر جایی که صدای ما رو میشنوید یا میبینید، آخر هفته خوبی برای همگان آرزو میکنم. شما چند نکته گفتین اینجا که من نوشته بودم، ولی بده خب من دوستان و طرفداران ما، اونا که این برنامه رو دوست دارن، اولین کاری که شما برای ادامه این برنامه و ادامه زندگی تلویزیون میهن باید بکنید اینه که ما باید پشتیبانی بکنیم، پشتیبانی مالی از این تلویزیون بکنیم. این تلویزیون تبلیغ نداره، این تلویزیون فقط رو شما هاست، روی اونایی که میبینین، اونایی که دوست دارین، اونایی که علاقه دارین. بازم تکرار میکنم، من خودم یکی از کمک کنندگان به این تلویزیون هستم و خواهش میکنم دریغ نکنین، اجازه بدین که این خطوط ارتباطی به خصوص در این روزهای حساس که من فکر میکنم روزهای سرنوشت سازی رو، چه از نقطه نظر داخلی، چه از نقطه نظر منطقه‌ای و چه از نقطه نظر بین المللی برای ایران هست، این ارتباطات قطع نشه. میبینیم تلویزیون های بزرگی که بودجه های خیلی خیلی بزرگی هم داشتن بعد از 14-15 سال تعطیل میشن. بنابراین از پشتیبانی دریغ نکنید. شما راجع به این، حالا من ششم بهمن رو وارد نمیشم برای اینکه اون در یک نقطه زمانی دیگری اتفاق افتاده و من فکر میکنم برای اون نقطه زمانی و اگر شخص شاه فقید زیر فشارهای مستقیم جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا و تحت اون در واقع ایدئولوژی که ایشون داشت قرار نگرفته بود، شاید خیلی از این کارا انجام نمیشد. ولی نقطه حساس در اینجا اینه که آقای بهبهانی، همه چیز به نظر من، اگه یه نفر مهندس میشه، میره دانشگاه یه چیزی رو یاد میگیره، یه مدرکی میگیره، یه ترینینگی میگیره، یه نفر دکتر میشه، سالیان سال وارد دانشگاه میشه، درس میخونه، مطالعه میکنه، دوره انترنشیپ انجام میده، برای اینکه دموکراسی و برای اینکه یک ملت به اون جایگاهی که میخوان برسن، باید اون ملت و اون ایدئولوژی کاشته بشه، کالتیویت بشه، رشد پیدا بکنه، بپذیره. ما این چیز رو هنوز در داخل ایران نداریم. امروز وسایل ارتباطی خیلی بیشتر شده و میتونیم اون تعلیمات رو ما ببینیم و یاد بگیریم و بچه هایی که در آمریکا مدرسه رفتن، تحصیلات کردن، بچه هایی که در اروپا رفتن، میبینیم که قدری متفاوتتر از ما فکر میکنن. بنابراین همه اینها مسئله یادگیری و مسئله تعلیم دادنه. وقتی که یک فرزند آمریکایی در آمریکا مدرسه میره، انتخابات رو بهش یاد میدن. ما هر 4 سال انتخابات ریاست جمهوری داریم. قوه دستگاهی آمریکا رو نشونش میدن که اینجا دفتر رئیس جمهوری وجود داره، مجلس وجود داره و سنا وجود داره. سنا اینطوریه، مجلس اینطوریه. این یادگیریه، اون ترینینگه، اون تعلیماته. ما هم اگر اون رو در ایران نداشتیم، میتونیم در اینجا اون رو به خودمون یاد بدیم و احترام بذاریم به سیستم. اون چیزی که من در خیلی از حتی بچه هایی که بعد از انقلاب اومدن زاده شدن نمیبینم، اونها در آمریکا زندگی میکنن، میبینن چی داره میشه، میبینن چه اتفاقیه. یا مثلا همین تو مسئله که 4 سال دارم میگن تقلب شد، ما بارها در اون سالات که انتخابات بود صحبت کردیم، آقا نشده، اگرم شده انقدر کم بوده تاثیر نذاشته. ولی بعضیا اون ذهنیت رو چنان ببخشید هک شده در مغز اینا که اگه یه خبری رو یا یه ویدیو رو دیدن کاملا درست. در هر حال برگردیم به صحبت‌های خودمون و تلفن هم آقای بهبهانی کارش نمیتونی بکنی، حالا نمیدونم اگه کسی بتونه رای پیدا کنه اینجوری اینا رو بگیره. نه خدا بیامرزه، آقای پیران نگه بود به خدا راهشو پیدا میکنه. اون سالها همش هم فروش بیمه نیست آقای بهبهانی، الان فصل سیاسی در آمریکاست، یعنی فصل انتخابات. نه اونا تکس میکنن، یه مکافات دیگه است. من حداقل از واشنگتن یا جاهای دیگه حداقل من همینطوره بلاک میکنم، ولی خب میزنم. بفرمایید آقای بهبهانی، بفرمایید. آره خیلی اذیت میکنه. عرضم بوزو آخه راهی هم نداره که مثلا با یه نفر حرف بزنی بهش بگی که آقا به خدا من نیازی ندارم به این سرویس شما، یه چیز دیگه دستگاه است، هیچ کاریش نمیشه کرد.
داستان آمریکا و منطقه خاورمیانه و اینکه انگلیس هم وارد شد و دوتایی هی افتادن به جون یمن و هی یمن رو میزنن. نکته عجیبش اینه که هر بار که تلویزیون میخواد خبر حمله حوثی ها رو، حمله از طرف حوثی ها یا حمله به حوثی ها رو تعریف کنه، فورا میگه حوثی ها گروهی که از طرف جمهوری اسلامی هدایت و حمایت میشوند. یعنی اینا حتما پشت سرش میگن. پس بنابراین اون چیزی که معلومه این جنگ و درگیری آمریکا با نظام جمهوری اسلامی و این تشدید این داستان خیلی دیگه زیاد شده قبلا. حالا ممکنه یه جوری زیر میزی یواشکی یه جایی از طریق لابی ها اینها، ولی الان علنه. این آینده این درگیری ها رو چجوری میبینی؟ بالاخره به کدام سمت و سو میره؟ آیا اینا یهو حمله میکنن به ایران و تهران و تسخیر میکنن مثل بغداد و اینها، اینجوری میشه یعنی؟ یا چی میبینی صحنه رو؟ این مسئله حوثی ها یک قسمت داستانه، مسئله درگیری اسرائیل و حماس یک قسمتی از این معادل است. امروز میگفتش که، ببخشید کلامتو قرم، امروز میگفتش که حزب الله لبنان از بمب های فسفوری که اسرائیل اینها رو ساخته در سالهای 90 و در اختیار ایران بوده، حالا اینا در اختیار حزب الله است و از همون بمبا استفاده میکنن علیه اسرائیل. خیلی پیچیده است. چطوریه؟ چی فهم میکنی شما؟ این اون پیشرفت در واقع ساختن سلاح هاست، ولی معادله رو اگر بخوام نگاه بکنیم امروز، حوثی ها یک قسمتی از این معادله هستند، حماس یک قسمتی از این معادله است، ولی مهمترین قسمت این معادله برای جمهوری اسلامی خب گروه در واقع حزب الله هست، اونم به خاطر بچه مشترک مذهبی که دارن. ولی اگه بخوایم به آینده تشدید درگیری های آمریکا و جمهوری اسلامی نگاه بکنیم و ببینیم که با بالا رفتن حملات تقریبا روزانه آمریکا و انگلستان نیروی دریایی این دو کشور، که البته نیروی دریایی انگلستان بسیار بسیار به مناطق یمن و اونجا آشنایی داره و نیروی دریایی انگلستان از پایگاه هایی که در قبرس داره این حملات رو انجام میده و از حتی از روی ناوهایی هم که در اونجا دارن، ولی این تشدید، این درگیری های در واقع جنگ مستقیمه و میگم جنگ حالا غیر مستقیم یا مستقیم، هر جوری که میخوان اونو اسم گذاری بکنین اهمیت نداره. همونطوری که جنگ اسرائیل و حماس اولین جنگ غیر مستقیم ایران، جمهوری اسلامی و اسرائیل هست، درگیری با حوثی ها هم همینه، اولین جنگ غیر مستقیم جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکاست. ولی اگه خیلی خلاصه بخوام پاسخ شما رو بدم اینه که بدون وجود یک درگیری بزرگ بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی یا یک تحول داخلی در داخل جمهوری اسلامی، منظورم تغییر رژیم، معناته تحول رو وقتی از کلمه تحول استفاده میکنم یعنی شروع کنیم برسیم به اون مسیر. بنابراین بدون یک درگیری بزرگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی یا یک تحول داخلی دلیلی وجود نداره که ما بخوایم دستاوردهای تهران رو در منطقه بگیم اینا برمیگرده، معکوس میشه، یعنی حماس میره، حماس کاملا حذف میشه که نمیشه و حوثی ها هم از بین میرن، نخه از بین نمیرن، سر جاشون هستن. حوثی هایی که از دو تا شهر دستشون، صنعا و بندر حدیده و نفت تولید میکنن، نفت داره اونجا، نفت صادر میکنن، درآمد دارن، تمام این سلاح از جمهوری اسلامی نیومده، اکثرش اومده، خودشون هم سلاحایی رو خریداری کردن. بنابراین اجازه بدین که این باز کنن مسئله رو. امروز تلاش های تهران، تلاش های جمهوری اسلامی و فکری تهران در منطقه در خاورمیانه برای چالش کشیدن آمریکا به نقطه، به نظر من به جای عطف رسیده و اون نقطه عطف خودش رسیده.
جمهوری اسلامی کاری را که کرده اینه که محیط سیاسی داخلی کشورهای منطقه، منظورم کشورهای عرب منطقه هستن، کشورهای عرب سنی منطقه هستن، رو عوض کرده، تغییر داده و در واقع یک اتحاد، یک ساختار اتحاد رو برای خودش در داخل منطقه توسط نیروهای نیابتی ایجاد کرده. این نیروهای نیابتی حالا چه در عراق باشن، چه در یمن باشن، چه در لبنان باشن، چه در غزه باشن، بالاخره با دستور و هدایت و حمایت جمهوری اسلامی مسائلی رو شروع میکنن. باور من بر اینه که بدون حمایت و هدایت جمهوری اسلامی جنگ غزه اتفاق نمیافتاد، بدون هدایت و حمایت جمهوری اسلامی مسئله حوثی ها، حملات اونها برای در واقع مشکلات تجارتی که در دریای سرخ ایجاد کردن پیش نمیاد. جمهوری اسلامی خطر رویاروی مستقیم با آمریکا رو درک میکنه، میدونه. ولی چرا امروز، حالا 45 سال، در واقع خصومت بدون شکاف وجود داشته، خصومت بدون وقفه وجود داشته، اومدن یکی یکی در این 45 سال نشون دادن، هی درجه این حرارت رو بالا بردن. و این مسئله، نکته که میخوام بگم اینه که از امروز یا دیروز یا مسئله فلسطینی ها یا مسئله دیگر شروع نشده. این مسئله بود که ایالات متحده آمریکا دید، من بارها تکرار کردم، دیدیم 1983 رو، دیدیم که چطور به دستور پرزیدنت ریگان نیروی دریایی سپاه پاسداران رو یا نیروی دریایی ایران رو در اون زمان که خب بیشترم قدرت داشت چطور زدن رو از بین بردن و اون جزایر رو بمباران کردن. بنابراین اگر این مسئله رو در کنار اتفاقات 2 هفته پیش بذاریم، حملاتی که به عراق و سوریه و پاکستان شد، باید این رو 2 قسمت بکنیم. برای اینه که عراق و سوریه میتونیم بگیم تحت الحمایه یا تحت کنترل جمهوری اسلامی هستن، ولی پاکستان تحت کنترل جمهوری اسلامی نبود. پاکستان متحد آمریکا هست، پاکستان متحد عربستان هم هست و هر دوی این کشور متحد ایالات متحده آمریکا هستن. بنابراین وقتی یکی یکی ما نگاه میکنیم، یکی یکی نگاه میکنیم به این مسائل، متوجه میشیم که قصد جمهوری اسلامی ایجاد اخلال در منطقه، ایجاد اخلال. امروز حوثی ها رو داریم میبینیم، امروز تمامی یه قدرت ستکام در داخل منطقه از نقطه نظر تجسسی فقط روی حوثی ها نیست، حوثی ها دارن مورد بازدید قرار میگیرن، همینطور حماس و همینطور حزب الله و در واقع گروه های فتایب حزب الله در داخل عراق و بقیه. و در واقع اگر بخوایم موقعیت نیروهای آمریکایی رو در سوریه، که در واقع دارن فکر میکنن که این نیروها رو از سوریه خارج بکنن، و باور من بر اینه که این تشدید خواهد کرد، آمریکا به این دلیل میخواد نیروها رو از سوریه بیاره بیرون که بتونه در واقع حملات بیشتری رو به گروه های نیابتی انجام بده. بنابراین تغییر سیاست داریم میبینیم. ولی قبل از که وارد تغییر سیاست آمریکا بشین، اجازه بدید من یه نکته حساسی رو در اینجا بهش اشاره بکنم. اون نکته حساس اینه که چرا جمهوری اسلامی میخواد وارد این مسئله درگیری مستقیم یا غیر مستقیم با ایالات متحده آمریکا بشه؟ چرا؟ چه دیدگاهی در اتاق فکری جمهوری اسلامی در تهران وجود داره که میخواد این عمل رو انجام بده؟ آیا واقعا آخوندها میخوان وارد این مسئله بشن؟ باور بر اینه که 2 دیدگاه متفاوت در داخل اتاق فکری جمهوری اسلامی وجود داره. دیدگاه اول اون گروه عملگرایانی هستند که غیر نظامی و از اعضای ارشد ارتش هستند و فکر میکنن که مقابله با آمریکا تا این زمان که در حالت تحریک وجود داشته و اگر این تحریکات بیش از اندازه بشه و آمریکا مورد اصابت قرار بگیره یا سربازان آمریکایی کشته بشن، هر دولتی در کاخ سفید، هر ادمنستریشنی در داخل کاخ سفید که باشه، منظورم دموکرات یا ریپابلیکن، حمله خواهد کرد، حمله متقابل خواهد کرد. حمله به خاک جمهوری اسلامی نخواهد کرد، ولی عملیاتی تشدید خواهد شد. بنابراین این یک دیدگاه که تمام تکرار زدم، غیر نظامیان و اعضای
اعضای ارشد ارتش هستند که فکر میکنن مسئله نباید بیشتر از تحریفات ایالات متحده آمریکا بیشتر بشه، چون این مسئله میتونه رژیم شکننده جمهوری اسلامی رو بی ثبات بکنه و مانع سقوط بشه. دیدگاه دوم در داخل اتاق فکری جمهوری اسلامی دیدگاه عناصر جنگ طلبه در داخل جمهوری اسلامی، که این عناصر جنگ طلب عمدتا از آخوندها و در واقع سپاه پاسداران تشکیل شده، اون جبهه رو که دارن، و اونها احساس میکنند که درگیری مستقیم نظامی با ایالات متحده آمریکا به نفع رژیم. این دو دیدگاه متفاوته که ما نتایجش رو میبینیم، حالا از حملات به عراق و سوریه و پاکستان که من به اونم خواهم رسید. بنابراین فرض این گروه دوم، عناصر جنگ طلب و آخوندها، اینه که آمریکا لشکرکشی به جمهوری اسلامی نخواهد کرد. بنابراین به حملات هوایی همونطور که داریم در یمن میبینیم، همونطور که داریم با مسئله حوثی ها میبینیم، انجام خواهد شد. بنابراین این دیدگاه یک فرضه و ما نمیتونیم در منطقه حساسی مثل خاورمیانه، مثل درگیری هایی که امروز آمریکا داره، اینم یکی از اون فرضیاتیه که اون گروه دوم در اتاق فکری جمهوری اسلامی دارن میکنن، که آمریکا درگیر جنگ اسرائیل و حماس هست، آمریکا هنوز درگیر جنگ اوکراین هست، آمریکا امروز مسائل رو با چین داره که مسئله تایوان در اونجا در واقع تنش انگیزه، و غیر از اینها مسائل دیگری هم حالا مسائل داخلی آمریکاست وجود داره. بنابراین تفکر این گروه دوم که جنگ طلب هستند بر این فرضیات ساخته شده. زمانی که ما این دو دیدگاه رو کنار بذاریم برای یک لحظه و نگاه بکنیم که اون گروه جنگ طلب بود که هفته پیش یا 10 روز پیش دستور حملات موشکی به پاکستان داد، من توضیح دادم که پاکستان متحد آمریکاست، پاکستان متحد عربستان سعودیه و هر دو متحد آمریکاست. بنابراین امروز مشکل استراتژیک آمریکا، کشور ایالات متحده آمریکا، اینه که مسئله ای رو که آمریکا در داخل خاورمیانه باهاش درگیره. ببینید توجه بکنیم، 7 اکتبر وقتی حماس حمله کرد، اسرائیل منتظر آمریکا نشد که نیرو بفرسته. اسرائیل، سران نظامی اسرائیل، جنرال های اسرائیل برنامه حمله رو داشتن، هواپیماها بلند شدن، غزه رو کوبیدن، شمال غزه رو گرفتن، این کارو کردن، اون کارو کردن، حالا هر اتفاقی که افتاد و عده بیگناه هم در اونجا کشته شدن، اون مسئله‌ای که از بحث من امروز خارجه. بنابراین امروز مشکل استراتژیک آمریکا در یک نقطه قرار داره و اون ضعف جهان عرب، منظورم کشورهای عربی که در داخل خاورمیانه هستن، ضعف جهان عرب در مقابل تجاوزات جمهوری اسلامیه. این تجاوزات جمهوری اسلامی در واقع آمریکا نمیتونه ببینه که یکی از این کشورهای عربی، که اگه بخوایم نگاه بکنیم تنها کشوری هم که میتونست در مقابل ایران مقابله کنه، خود آمریکایی‌ها اومدن، منظورم عراق، حمله کردن، عراق رو کادو پیچی کردن، تحویل جمهوری اسلامی دادن و گفتن راه هست، بفرمایید قدس، حالا بفرمایید برید اورشلیم، بفرمایید برید با اسرائیل بجنگید. که امروز اگر نگاه بکنید با کشته شدن 5 افسر عالی رتبه سپاه قدس در هفته پیش، با کشته شدن موسوی و بقیه، اسرائیل کاری رو که داره انجام میده اینه که دخالت جمهوری اسلامی در منطقه رو بدون مجازات نمیذاره، یعنی داره قیمت دخالت جمهوری اسلامی در منطقه رو بالا میبره. بنابراین امکان این که اگر صدام بود میتونست جلوی جمهوری اسلامی رو بگیره، من فکر میکنم که حداقل قدرتی بود که میتونست نشون بده، و هیچ وقت جمهوری اسلامی جرئت نمیکرد که به عربستان سعودی حمله بکنه، چون حداقل عربستان میدونست که صدام اون در واقع سگ نگهبان جهان عرب بود. من با قذافی امروز کاری ندارم، برای که قذافی در منطقه شمال آفریقا بود و در جای دیگری بود و اون مشکلات خودش رو داشت. بنابراین جمهوری اسلامی این جرئت رو پیدا کرده
که با نبودن در واقع قدرت مطرح عربی در داخل خاورمیانه، جولان خودش رو، جرأت خودش رو و تصمیم گیری های نظامی و سیاسی خودش رو جوری قرار بده که بتونه در واقع اون عملیاتی رو که در چند هفته پیش انجام داده انجام بده. در حالت پاکستان مسئله قدری متفاوت بود. پاکستان بلافاصله جواب داد، جواب نظامی داد و در واقع تهران در اینجا میخواست به ایالات متحده نشون بده که اگر شما قصد اینو دارید یا در برنامه‌تون هست، که مسلما در برنامه ستکام که گروه نظامی آمریکا در منطقه هست، سنترال کماند، برنامه برای حمله به جمهوری اسلامی وجود داره، برنامه برای نابود کردن این رژیم وجود داره ولی عمل نمیشه. بنابراین اینجاست که پاکستان اهمیت پیدا میکنه و جمهوری اسلامی، اون گروه جنگ طلب که من بهش اشاره کردم، خواست به آمریکا نشون بده که ما حتی جرأت اینو داریم که به متحد شما که پاکستان هست و قدرت اتمی حمله بکنیم. آمریکا در این مسئله عکس العمل نشون نداد و برای همین بود که من در اول صحبت هم گفتم که در غیاب یک درگیری بزرگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی یا یک تحول داخلی، جمهوری اسلامی این جرأت رو داره، خودش میبینه که زمین مساعده و در واقع منطقه مساعده و هیچ کشور عربی نمیتونه جلودار جمهوری اسلامی بشه. تنها کشوری که میتونه با جمهوری اسلامی به جنگ در حال جنگ هست امروز، منظورم اسرائیله که داره با گروه های نیابتی جمهوری اسلامی میجنگه. جمهوری اسلامی نتونسته هنوز جبهه سوریه رو فعال بکنه. روزها قبلی در اینجا قدری در اینجا دارن مشتوانی میکنن. هفته پیش چند تا هلیکوپترهای تجسسی روسها به نزدیکی مرز جولان یا گولان اسرائیل وارد شدن که ببینن اسرائیل چی کار دارن میکنن اونجا. به نظر من همش تحریک بود، به نظر من مسئله نبود، ولی روسها قدری در اونجا خسته شدن از اینکه اسرائیلیا هر زمانی که اراده میکنن مسئله سوریه، مسئله در داخل سوریه رو تغییر میدن. نکته آخری که میخواستم در این قسمت انجام بدم که بازم تکرار میکنم در غیاب یک درگیری بزرگ، اینه که بر طبق اطلاعاتی که حداقل دستگاه اطلاعاتی آمریکا آزاد کرده، دولت ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی قبل از اینکه اون حمله کرمان انجام بشه، به جمهوری اسلامی اعلام میکنه که اون داعش خراسان میخواد این حمله رو در داخل ایران انجام بده. خب میدونیم این اتفاق بزرگترین کشتار شهروندان بیگناه ایرانی در تاریخ از سال 1057 به این طرف بوده و اگر حمله پاکستان رو بخوایم نگاه بکنیم به خاک ایران، اولین حمله نظامی یک کشور دیگه به خاک ایران بعد از جنگ عراق بوده. تمامی اینها اون تنش را داره نشون میده و با وقتی که از دستگاه اطلاعاتی آمریکا می‌پرسن که چرا به جمهوری اسلامی اطلاع دادن که داعش دارن این کار رو انجام میدن، کاخ سفید اعلام کرد که اون ما وقتی که ببینیم گروه های تروریستی برنامه خرابکاری ریختن، اگر از اون اطلاع داشته باشیم مطمئن باشیم ما به اون کشور اطلاع میدیم. بنابراین با تمام این مسائل، با تمام این نکاتی که من اشاره کردم، من فکر میکنم که امروز شانس این درگیری بسیار بسیار بیشتر از زمان دیگریه و اگر آمریکا میبینیم که حوثی ها رو بیشتر داره مورد حمله قرار میده، با در نظر گرفتن مسائل داخلی آمریکا، سال انتخابات و شخص پرزیدنت بایدن، من این نتیجه گیری رو انجام میدم که بله، شانس درگیری جمهوری اسلامی و آمریکا امروز بیشتر از هر زمان دیگریه، ولی باور من بر اینه که آمریکا این حمله رو انجام نخواهد داد و جمهوری اسلامی با اون تحریکاتی که در منطقه نسبت حالا اون حوثی ها و حماس رو به کنار بزنیم، حملات به عراق و سوریه و پاکستان، برای
گروه های نیابتی شیعه منطقه بود که چرا جمهوری اسلامی وارد جنگ نشد و جمهوری اسلامی در یکی از پیام هایی که خواست بده به اون گروه های شیعه نیابتی هم خواست اون قدرت نمایی رو نشون بده و بگه که ما هنوز سر جا هستیم و حتی ما میتونیم با آمریکا و یک کشور اتمی وارد جنگ بشیم و اون خیشتنداری سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی و این دلیل ضعف ما نیست. بفرمایید. ممنون، اینم یه نگاهی بود. اما بریم سراغ این داستان، ادامه همین موضوع در حقیقت. و هنوز درست این رو برای خودم نتونستم جا بندازم. این آقای گوترش رئیس سازمان ملل میگه خاورمیانه انبار باروتی است در شرف انفجار. حتما یه دلیلی پشت این حرفش وجود داره که این حرف رو میزده. چرا پارسال این حرف رو نمیزد؟ چرا دو سال پیش نمیزد؟ چرا امروز اینو میگه؟ چیه واقعا در شرف انفجار خاورمیانه به نظر شما؟ بعد اون وقت تکلیف نفت و گاز و سرمایه های کلان و اینها چی میشه اون وقت؟ بعد چه اتفاقی میفته؟ ما میبینیم که چینی ها حتی رفتن به حوثی ها، به ایران میگه آقا به حوثی ها بگو نزنن دیگه بس. و پس بنابراین همه میدونن که ایران مبده و مبتکر این داستانه، ولی این چرا میگه خاورمیانه؟ اینو نفهمیدم. بفرمایید نظرتون رو. آقای گوترز، بله آقای گوترز یکی از اون در واقع کسانی هستند که به این سمت رسیدن و قبلا نخست وزیر پرتغال بودن. خب بالاخره یک از نقطه نظر سیاسی یک آشنایی با اتفاقاتی که داره میفته رو داره. دلیلی که آقای گوترز این مسئله رو از این جمله استفاده کرد که خاورمیانه انبار باروت در شرف انفجار هست، اینه که اگر ما به 6 اکتبر برگردیم و نگاه بکنیم که قطر در اونجا داشت پول به حماسی ها میداد که اونا رو ساکت نگه، نگاه میکنیم که گروه های فلسطینی دیگه در منطقه در واقع هنوز گیرودار مسئله پیدا کردن یا به دست آوردن کشور بودن. بنابراین مسائلی بود که حداقل آقای گوترس فکر میکردن که میتونن از نقطه نظر دیپلماتیک و سیاسی و مذاکره به دست بیارن. ولی 7 اکتبر معادله رو عوض کرد. 7 اکتبر زمانی که اسرائیل متوجه شد که اون قدرت بازدارندگی برای حماس کار نمیکنه یا حداقل ساده لوحانه اسرائیل ها به این مسئله نگاه می کردن و امروز در این روز 26 ژانویه که داریم با هم صحبت می کنیم در سال 2024، شک نکنید که خاورمیانه دستخوش تغییرات اساسیه. وقتی ما میگیم خاورمیانه دستخوش تغییرات اساسیه، که آقای بنجامین نتانیاهو هم به این مسئله چندین بار اشاره کردن، امروز سیاستی رو که اسرائیل در پیش گرفته در منطقه اینه که هزینه دخالت جمهوری اسلامی رو بالا ببره. اون کاریه که آمریکایی‌ها شروع کردن، یعنی حوثی‌ها رو دارن میزنن. از این طرف کشور انگلستان، کشور بریتانیا که دیگه جزو اتحادیه اروپا نیست، همکاری نظامی مشترکی رو با آمریکا دارن انجام میده. دلیل این صحبت ها و دلیل اینکه خاورمیانه امروز اون انبار باروته اینه که جمهوری اسلامی باور داره که یک ابرقدرت منطقه‌ایه. آقای گوترس نمیخوان مستقیما اشاره بکنن به این مسئله، ولی جمهوری اسلامی برای اینکه از این حالت این منطقه در بیاد باید باور بکنه که یک کشور عادیه، یک ابرقدرت منطقه‌ای نیست. بنابراین اهداف جمهوری اسلامی باید مهار بشه.
سیاستمداران متوجه این مسئله شدند که اهداف جمهوری اسلامی کنترل کامل منطقه است. بنابراین اگر جمهوری اسلامی امروز، شما در صحبتتون اشاره کردید که حزب الله صاحب بمب‌های فسفورس شده، حزب الله سلاح‌های زیادی رو داره، ولی با 30,000 و 40,000 نفر شما در مقابل یک ارتش منظم مثل اسرائیل نمیتونید که با قدرت هوایی کوبنده، البته خب حزب الله ممکنه این مسائل رو داشته باشن، ولی این انبار باروت از اینجا شکل میگیره که یک کشوری مثل جمهوری اسلامی که با اسرائیل هم مرز نیست، خودش رو هم مرز میکنه با اسرائیل از طریق سوریه، و کشور دیگری مثل یمن میاد شروع میکنه موشکهای بالستیک بدون اینکه اصلا بدونن این موشکها کجا پایین میاد، و میان اختلال رو در مسئله اقتصاد جهانی در زمانی که دنیا روی اون مسئله در سیستم بین‌المللی داره کار میکنه، خب میان منطقه رو به هم میریزن. بنابراین این منطقه امروز خاورمیانه واقعا یک انبار باروته، برای اینکه کوچکترین اشتباه با در نظر گرفتن حملاتی که در بخش قبل اشاره کردیم، تمامی اینها با ضعفی که من اشاره کردم که در کشورهای عربی وجود داره و نمیتونن از خودشون دفاع بکنن، نکاتی رو داره نشون میده که آقای گوترس کاملا بهش درست اشاره کردن. و در واقع اگر نگاه بکنیم که ایالات متحده آمریکا مجددا در جایی قرار گرفته که به عنوان تنها قدرت یا تنها ابرقدرت تضمین کننده زندگی شهروندان خاورمیانه وجود داره، کسی جز ایالات متحده آمریکا نمیتونست، با اگر ناوگان رو نفرستاده بودن، باور من بر این بود که حزب الله جنگ رو قدر بیشتری وسعت میداد، و بعد اگر اون جنگ در واقع وسعت پیدا میکرد، اسرائیل عکس العمل دیگری رو نشون میداد. بنابراین عدم پاسخ مستقیم از نقطه نظر آمریکا، مسئله اینه که ایالات متحده آمریکا نمیخواد خاورمیانه رو وارد جایی بکنه که نتونه اون رو کنترل بکنه، و این انبار باروت بر طبق این گفته و بر طبق حداقل اتفاقاتی که داره میفته، چون ما زمانی که به خاورمیانه نگاه میکنیم فقط نباید نگاه بکنیم که در اینجا یک مسئله بین جمهوری اسلامی، اسرائیل، پاکستان، عراق، سوریه و بقیه وجود داره، شما باید اون افغانستان هم در اون کنار اینها نگاه بکنیم، ترکیه هم باید نگاه بکنیم، و باید نگاه بکنیم چه کشورهایی قدرت بازدارندگی دارن، چه کشورهایی میتونن جلوی جمهوری اسلامی بیستن، که در واقع اگر ترکیه رو بخوایم به عنوان تنها کشور غیر عرب اسلامی نگاه بکنیم که این قدرت رو داره ولی حاضر نیست، چون ترکیه هم تقریبا در همون جایی قرار داره که جمهوری اسلامی قرار داره، یعنی با پشتیبانی خودش از گروه های تروریستی مثل حماس و گروه های دیگه که در داخل ترکیه هم فعال هستن، نشون داره میده که در واقع نمیخواد روبروی جمهوری اسلامی بیسته. بنابراین این فقط یک کشور رو در مقابل جمهوری اسلامی قرار میده و اون ایالات متحده آمریکاست. بنابراین امکان انفجار خاورمیانه وجود داره، ولی من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا تا امروز اون کاری رو که تونستن درست انجام دادن، حملات به حوثی ها، تهدیدشون به حزب الله، چون زمانی که آمریکا ناوگان رو فرستاد به دریای مدیترانه و در واقع جلوی با فاصله کمی از لبنان آماده بودن، اون زمانی بود که آمریکایی ها به جمهوری اسلامی این هشدار را دادن که اگر جنگی در اینجا شروع بشه جلودار اسرائیل نخواهند بود، و تعداد کشته شدگان اگر جنگی بین حزب الله و اسرائیل قرار بگیره، من فکر میکنم منطقه دچار آسیب های خواهد شد که نمیتونه خودش رو جایگزین بکنه. من یک اشاره کوتاه میکنم به غزه. امروز برای بار چندم کشورهای عربی نخواهند اومد به کمک غزه و دوباره پول بریزن در اونجا و بازسازی بکنن و بدونن که چند سال دیگه اسرائیل میاد اینا رو خراب میکنه. الان دفعه دوم و سومی که غزه رو ساختن. اون باروت در این حالته که
حملات میتونه حزب الله رو از بین ببره، حملات میتونه لبنان رو از بین ببره، حملات میتونه سوریه رو از بین ببره. اگر ایالات متحده آمریکا امروز به حوثی ها داره حمله میکنه و جلوگیری داره میکنه از اونها، من میتونم بگم که اگر جنگ بعدی با حزب الله در بگیره اسرائیل، من فکر نمی کنم که خیشتنداری بکنه از این مسئله. بنابراین مشکلات زیادی در خاورمیانه وجود داره، ولی من فکر می کنم که اگر تصمیمی گرفته بشه که تحولی در داخل ایران انجام بشه و رژیم جمهوری اسلامی سقوط بکنه، که میتونه سقوط بکنه، که بسیار آسونتر از حمله نظامی خواهد بود، بنابراین اون جاییه که باید بهش نگاه بکنی. چون حوثی ها، حزب الله، حماس، خطایب حزب الله و بقیه گروه ها از جایی دارن تغذیه میشند که قابل تغییر هست، یعنی این رژیم جمهوری اسلامی شکننده است. بنابراین باز هم صحبت آقای گوترس برمیگرده به داخل یک کشور و اونم جمهوری اسلامیه، و امروز من فکر نمی کنم که نه تنها کشورهای اروپایی، حالا اگه چین و روسیه رو هم بخوایم وارد این معامله بکنیم، میبینیم که دیدگاه چین و روسیه کاملا با دیدگاه ایالات متحده آمریکا فرق میکنه. ولی ما در زمان خطرناکی الان هستیم، در زمانی هستیم که جمهوری اسلامی بسیار احساس خطر میکنه و میبینیم که با وجود اینکه آمریکا جلوگیری داره میکنه که جمهوری اسلامی سلاح نرسونه به حوثی ها و اسرائیل سعی میکنه که سلاح به حزب الله نرسه، متاسفانه این قاچاقچی های بین المللی که راه رو از همه چیز بهتر بلد هستن، این اسلحه ها و مهمات رو دارن بین کشورها و پول ها رو میرسونن. گزارش ها رو میبینید که اون تونل هایی که زیر حماسه چقدر پول نقد به دست اومده، و همینطور این مسائل هم میبینیم که این اشاره آقای گوترس به خاطر اینه که امروز سپاه پاسداران نمایندگان و مستشاران و گروه های نظامی رو در داخل یمن داره، که اونها هستن که کنترل و اطلاعات رو میدن که کدام کشتی الان وارد شده و چطور و کجا باید زمان حمله اونها خواهد بود. بنابراین وضع نادرستیه، ولی امیدوارم که این انبار بارود همینطور بدون انفجار باقی بمونه. بفرمایید. و در این میانه ما میمانیم و این نظام بچه کش و این شرایطی که هست، و به حال امروز هم این دادگاهی که در لاهه برگزار شد و آفریقای جنوبی درخواست کرده بود، بعد از انجام مراحل و تشکیل دادگاه اعلام کردن که ادله کافی وجود ندارد، چون که ظاهرا اونها گفته بودند که اسرائیلیان مشغول نسل کشی هستند و همینجوری دارن نسل کشی میکنن. دادگاه گفت نه، همچی چیزی نیست، ما همچی دلیلی ندیدیم، شما نتونستید دلیل بر این در حقیقت ادلت ارائه بدید. اما جالب بود که وقتی بی بی سی داشت این گزارش رو پخش میکرد، از این خانم فرح که یه آدم عجیب غریبیه، مردم ایران کاملا اون رو میشناسن، یه از این آدمایی که ادای چپ رو در میاره، من نمیگم چپ قزمی، من میگم اینا آدمایی هستند که ادای انسان رو در میاره، خیلی اصرار داشت که بگه که بله از امروز اگه هر کی دیگه بگه که بر اساس این دادگاه باید بگیم که اسرائیل نسل‌کشی کرده، در حالی که خبر این بودش که دادگاه نپذیرفت این حکم. چی گذشت آقا؟ این داستانش چی بود؟ چرا آفریقای جنوبی چنین درخواستی رو کرد؟ شما به این خبرنگار بی بی سی بسیار جالبه، ولی من میذارم ایشون رو کنار که برای من اهمیتی نداره. این داشت که... خبرنگاره داشت با بله، خانوم بله، فره عضو پارلمان هلند گفتگو بله. میکرد. حالا نمیدونم این خانوم همچنان عضو پارلمان هست یا نیست، اونو نمیدونم، ولی یه دوره میدونم که عضو پارلمان بود از
حزب چپ. اتفاقی که افتاد، البته خب باز این دادگاه میتونه نظرات بیشتری رو در آینده مطرح بکنه، ولی در حال حاضر اون 13 قاضی که این پرونده رو گوش کردن به دولت آفریقای جنوبی که این پرونده رو شکایتنامه رو آورده بود به دادگاه بین‌المللی، اشاره کردن که در اینجا مدارک و شواهدی وجود نداره که نسل کشی داره انجام میشه. اگر شما میگفتید که حملات اسرائیل به غزه شهروندان این کشور رو کشته، بله، ولی نکته مهم در اینجا این بود که دادگاه گفت که اسرائیل حق دفاع از خودش رو بر اساس تمام کانونشن های بین المللی داره و این کشور چون بهش حمله شده بوده 7 اکتبر حماس، اجازه داره که از خودش دفاع بکنه. حالا اگر در این دفاع حملاتی رو کرده که شهروندان غیر نظامی کشته شدن، در اینجا کار اسرائیل اشتباه بوده، بنابراین محکومیتی رو اعلام نکردند و مدارک و شواهدی رو که ارائه کردند در واقع مدارک و شواهدی بود که دولت آفریقای جنوبی گفتش که ما به خاطر اینکه زمانی نلسون ماندلا حالا آرمان ما بود، ما میدونیم نسل کشی چیه. من فکر میکنم که اصلا نمیدونن نسل کشی چیه، اصلا اون با این کلمه آشنا نبودن، ولی شکایت نامه آفریقای جنوبی در متنش میگفت حمله اسرائیل به غزه نمودار یک نسل کشیه. چنین چیزی نیست. این حملات به خاطر حماس انجام شده، به خاطر کشتار و تجاوز حماس که 1200 نفر اسرائیلی رو از بچه و زن و کوچک و بزرگ و سرباز و نظامی و هرچی بود که کشتن. و باور من بر اینه که این دادگاه به درستی دید این مسئله رو. تنها یک قاضی از این 13 نفر که از فکر میکنم از اوگاندا بود به تمامی یعنی به نفع اسرائیل رأی نداد، ولی اهمیتی نداره. من فکر میکنم که یکی از مسائلی که باید بهش اشاره بشه و اهمیت حائزی داره اونی که امروز نقش بین‌المللی حماس، امروز اون دیدگاهی که حماس یا برداشتی که حماس از این حمله داشت و فکر میکرد که دنیا و در واقع کشورهای طرفدار حماس که یکیش هم آفریقای جنوبیه که از نقطه نظر بانکی و پولی امروز اکثر پولهایی که به حماس منتقل میشه از طریق آفریقای جنوبی انجام میشه و کمکهای دیگری هم به حماس میکنه و گروه های تروریستی، تمامی اینها نشانگر یک مسئله است و اون اینه که حماس در اون دیدگاه خودش شکست خورده. حماس امروز وقتی که میبینه دادگاه بین المللی الهه میاد میگه که ما حتی نمیگیم آتش بس بشه. برداشت آفریقای جنوبی از این شکایت نامه این بود که اگر هم دادگاه رد بکنه مسئله نسل کشی رو، حداقل میاد میگه که اعلام آتش بس باید بدید. حتی دادگاه این مسئله نگفت و اعلام آتش بس نکرد و از دولت اسرائیل خواست که در حملات خودشون قدری متعادل تر و در واقع مواظبت بکنن از سازمان ها، نهادها یا ساختمان هایی که در واقع حالا بیمارستان هست یا مدارس هست. نکته که در اینجا وجود داره اینه که این دادگاه هیچ قدرت اجرایی نداره، یعنی اگرم محکوم میکردن که اسرائیل محکوم نشد، نشانگر یک مسئله مهم هست و اونه که این دادگاه متوجه شده که بازیچه دست کشورهای حالا نمیخوایم بگیم اسلامی، ولی خب همکاری عجیبی بین کشورهای اسلامی و گروه های چپی بود که تونستن این شکایتنامه رو بیارن در این دادگاه مطرح بکنن و در واقع در اینجاست که حماس دوچار اون شکست دیپلماتیک و دوچار اون شکست پشتیبانی شده و امروز حماسی ها متوجه شدند که نمیتونن اسرائیل رو محکوم بکنن. برداشت یحیی سنبار و بقیه حماسی ها این بود که ما با این مسئله میتونیم اون وجهه بین‌المللی اسرائیل رو بشکنیم، ولی خب این دادگاه مثل اینکه این دفعه متوجه شد که اگر میخواد
جای در صحنه قضایی بین المللی داشته باشه، باید نظریه درست رو اعلام بکنه و نباید وارد مسئله بشه، چون امروز دستگاه قضایی اسرائیل، دستگاه دولتی اسرائیل، اون 47 دقیقه ویدیویی که از حماس به دست آوردن که اونها خودشون سربازها تروریست های حماسی به زبون خودشون دارن میگن، دارن تجاوز میکنن، دارن میکشن، ضبط کردن، کسی نمیتونه اینو انکار بکنه. و سازمان های یهودی در حالا کالیفرنیا، در نیویورک، در بقیه شهرها با پخش این ویدیو برای کسانی که حداقل اهمیت داره در داخل آمریکا و بقیه دنیا دارن نشون میدن. و من فکر میکنم این دادگاه متوجه شده بود که مدارک و شواهدی وجود داره. این جان کلام در اینجاست. مدارک و شواهدی وجود داره. مدارک منظورم حالا اون ساختمان هایی که کشتن رو عکس برداری کردن اسرائیلیا به یک طرف، ولی اون چیزی که وجود داره از روی اون در واقع دوربین های ضبط حماس که دارن به عربی صحبت میکنن، یا تلفن هایی که اینترسپت شده که اون داره به مادرش میگه من 10 تا یهودی رو با دست خودم کشتم، اینها مدارک و شواهدیه که این دادگاه نمیتونست انکار بکنه. و به نظر من شاید برای اولین دفعه این دادگاه تونسته که یک رأی عادلانه، یک نظریه عادلانه اجرا بکنه. بفرمایید. آره، ولی بذار یه پرسشه ببینم. این پرسش به نظر من خیلی جالبیه. یه لحظه من اجازه بدید من این پرسش رو اینجا پیدا بکنم. علی از همراهان ما از میهن یارا فرستاده از راه برهان خلف در حقیقت قضیه رو میخواد دنبال بکنه. یک لحظه اجازه بدین من این رو اینجا دنبالش میکنم. بذار از این ور. اگه پیدا نمیشه ببانی اول توضیح بدید که برهان چی گفتین. نمیدونم برهان خرفه یعنی پشت رو میری توی قضیه. این من بذار از این ور نگاه کنی. از این ور شما نگاه میکنم. آره بذار الان پیداش میکنم. خیلی جالبه به نظرم. حالا اون چیزی که به خاطرتون میاد بگید. از نه الان میگیم عجله نکن. بفهم. میپرسه که پرسش هم این است که آیا بعد اکتبر اگه حماس که آن جنایت رو انجام داد و اسرائیل تا امروز داره جوابش رو میده، اگه این حملات را حتی یک بار هم انجام نمیداد، عکس العمل حماس چه بود؟ آیا همه گروه های چپ و مخالفان اسرائیل این حملات رو تایید میکردن یا سرزنش میکردن؟ میگه اگر اسرائیل این پاسخ تندو نمیداد، اون وقت تکلیف چی بود؟ فکر میکنی نگاه جهان به قضایا، چون این همه تبلیغات که الان نمیدونم بچه کشی هست، نمیدونم نسل کشی هست، این تصاویر زشتی که پخش میشه، خب سخته. اگر نه، میگه اگر این کار رو نمیکرد تکلیف چی بود؟ نگاه شما چی بود؟ من فکر میکنم اتفاقی که افتاد اینه که حمله 7 اکتبر برای همیشه کشور اسرائیل رو و شهروندان اسرائیل رو به یک جایگاه دیگری بود، یعنی کشور اسرائیل رو تغییر داد.
برای اولین دفعه در تاریخ 75 ساله اسرائیل شهروندان اسرائیل، نه در خارج، این انتبه نیست که هواپیمایی رو بدوزن هر کی پاسپورت یهودی داره، یا ببخشید اگر یهودی بوده یا اسمش یهودی بوده، ببرن انتبه، بعد اینا برن دفاع با اسرائیلیا، برن نجات بدن. این دفعه شهروندان اسرائیل از داخل کشور اسرائیل، از داخل مرزهای تعیین شده یک کشور اسرائیل روبوده شدن، بردن در یک سرزمین دیگری، گرفتنشون، نگرشون داشتن و میگن الا و جل شما بعد اینا که ما میگیم انجام بدید، برید بیرون، کشور فلسطین هم به ما بدید. بعدم از اون طرف رؤساشون در دبی نشستن میگن که بله ما بازم حمله میکنیم. خدا یحیی سنوار هم میگه ما بیرون بیایم بازم حمله میکنیم، بازم 7 اکتبر راه میندازیم. توجه باید بکنیم که بیشتر از 70% از فلسطینی‌ها که باشون صحبت شده، من نمیگم با همه فلسطینی‌ها صحبت کردم، خیر، با اونایی که صحبت شده و نظرخواهی کردن ازشون، موافق عملیات حماس هستن. بنابراین وقتی که موافق این عملیات حماسن؟ موافق عملیات حماس هستن، بنابراین وقتی که ما امروز نگاه میکنیم به عمق این مطلب که روز پنج شنبه ای که قبل از 7 اکتبر بود، بر طبق اطلاعاتی که خود دولت اسرائیل آزاد کرده، اینه که با دولت قطر، با نخست وزیر قطر، حالا امیر قطر، هر کسی که از تماس میگیرن که بله روز دوشنبه یا روز یک شنبه 30 میلیون دلار دیگه برای حماس، برای پرداخت به حقوق کارگران حماس، میاد به فرودگاه بن گوریون یا از طریق بانک منتقل میشه. بنابراین برنامه و دیدگاهی که اسرائیل داشت اینه که خیلی خوب، اگر زمانی که پارسال و سال قبل 1100 موشک پرتاب کردن نمیدونم به اورشلیم و تل آویو، ولی دولت نتانیاهو، همین دولت نتانیاهو هیچ حمله نکرد، یه سری حمله نظامی کردن نشستن کنار، زمانی که جهاد اسلامی اون عملیات انجام داد، اسرائیل عکس العملی نشون نداد. و در واقع این نتیجه گیری رو ما میتونیم انجام بدیم که خود حماس بود که این غول نیروی دفاعی اسرائیل رو بیدار کرد، و خود حماس بود که به اسرائیل نشون داد که ضعف شما کجاست، ما چطور میتونیم شما رو آقای ببانی در ظرف 300 در ظرف 3 ساعت 360 نفر سرباز اسرائیل رو در پایگاه ها در جنوب بن مرز کشتن حماسی ها. یعنی یک نیروی 4-5 هزار نفره تونست اون سیستم دفاعی رو که اسرائیل فکر میکرد، البته اینم بگیم ما هنوزم خیلی ها هستن، همین دیشب من خودم در مجلسی بودم که دوباره چند نفر اومدن زیر گوش من این کانسپیرسی تئوری تئوری توتر رو خوندم، منم گوش کردم و گفتن شما چرا جواب نمیدی، بودم جواب چی بدم به شما، شما داری میگی اسرائیل این کارو خودش کرده که برای غزه رو بگیره، یکی میگه در غزه معدن گاز هست، از اونجاست که گاز تو دنیا کم هست، یکی میگه که نخیر اینا این کارو کردن که این حملات انجام بشه. اسرائیل هر موقع که میخواست میتونست این حملات رو انجام بده. در پاسخ به این دوست عزیزمون که این سوال مطرح کرده، اسرائیل که به طور کلی یهودیان هر جا که میرن دو تا عمل انجام میشه، اول اقتصاد بهتر میشه، دوم قانونگذاری بهتر میشه. خب در داخل اسرائیل هم ما دیدیم اسرائیل در فکر اقتصاد، برنامه ریزی و ستارتاپ کامپانی بودن، ولی حماسی ها تمام فکر و پول و هر چیزی که به دستشون می اومد برای کشتن یهودی ها بوده و کشتن اسرائیلی ها بوده. بنابراین اگر که حماس حمله نمی کرد، اسرائیل به همین نفع همون روزی 20 هزار نفر یا هر دو هفته 20 هزار نفر رو وارد اسرائیل میکرد، کار میکردن و حقوق بهتری رو میگرفتن برای شهروندان فلسطینی غزه میبردن. بنابراین اسرائیل دنبال جنگ نیست. من نمیتونم اینجا بشنم از گروه دست راستی های مذهبی در داخل کابینه آقای نتانیاهو دفاع بکنم، اونا موقعیتشون با موقعیت من، موقعیت فکری من و دیدگاه من فرق میکنه، من در اونجا نیستم، فرق نمیکنه. هر زمانی که مذهب بیاد توی کار خراب میشه. در جمهوری اسلامی مذهب اومده خراب شده، در اسرائیل هم اگه مذهب بیاد خراب میشه. برای همینه که امروز دشمنی زیاد، مخالفت زیادی با شخص نتانیاهو هست، برای اینکه منم این باور دارم که این دولت مذهبی باید کنار بره. بنابراین عکس العمل اسرائیل نسبت به عکس العمل کشورهای عربیه. و امروز اگر که فلسطینی ها و گروه فتح بتونه خودش رو از شر حماس کنار بذاره و جهاد اسلامی که به نظر من خیلی مشکل هست تا
تا موقعی که اختاپوس در تهران هست این عمل انجام نخواهد شد، تا موقعی که جمهوری اسلامی سر کار باشه یا حداقل این سیاست جمهوری اسلامی باشه این مسئله در داخل اونجا در داخل خاورمیانه اتفاق خواهد افتاد. بنابراین استراتژی اسرائیل برای همزیستی مسالمت آمیز بوده، فلسطینی ها میتونستن تا الان کشور خودشون رو داشته باشن. و فراموش نکنیم 1967 اعراب به اسرائیل حمله کردن که این سرزمین ها رو از دست دادن، و هر زمانی که اعراب یا فلسطینی ها حمله میکنن یه سری سرزمین از دست میدن. اسرائیل امروز میتونه غزه رو کنترل بکنه، بگیره و دست بیاره، ولی نمیخواد عمل انجام بده برای اینکه جایگاه اسرائیل اونجا نیست. بنابراین ما باید به فکر تشکیل یک کشور فلسطین باشیم، کشور غیر نظامی. امروز کاری که من فکر میکنم حداقل دستگاه نظامی اسرائیل میخواد انجام بده اینه که کنترل نظامی استراتژیک و امنیتی غزه رو به دست بیاره، که اگر اون جایگاهی که ما بهش میگیم فیلادلفی کوریدور، فیلادلفی کوریدور یه قسمت 15 کیلومتری بین غزه و مصر هست که در اونجاست که تمام مسائل قاچاق و فلان از این حرف و اسلحه ها وارد غزه میشه، اگر اون کنترل به دست بیاره شاید بتونن مسائل کمتر بکنن. در خاتمه یک نکته رو بگم، دعواشون با مصری ها سر همینه الان. بله الان مصری ها میگن خیر شما دیگه نمیتونین بیاین اینجا، ما شما خودتون بر طبق اون برنامه سال 2005 و 2006 و 2004 و 2005 شما اینجا رو پس دادید به این غزه‌ای‌ها فلسطینی‌ها، و طرحی بود در داخل اسرائیل که از طریق یا چتربازان یا از طریق مرز که بین مصر و اسرائیل هست نیروها وارد اونجا بشن و کنترل منطقه رو به دست بیارن. باور من آقای بهبهانی اینه، مگر چرا اونجا یه کنترل کوریدور قاچاقه بعد مصری ها نمیدونم چرا میخواد. اما بذار یه چیزی، من یه تحلیلی دیدم که به نظرم تحلیل خوبی بود و اون اینه که راجع به ورد نیو اوردر حرف میزد و داستان این که چه اتفاقاتی میفته و چرا آمریکایی‌ها منطقه رو یه جوری ترک میکنن و به حال رو کردشون اینه که توی این نظم نوین دنبال اینن که شرق دور رو یه جوری بتونن در کنترل خودشون داشته باشن. یعنی ما میدونیم که در شرق آسیا خب همه از یه نژادن دیگه، همشون جز زردپوستا هستن، حالا کشورهای مختلف هستن ولی نژادشون یکیه. اونجا ما مثلا شاهد ویتنام و نمیدونم جنگ ها در ویتنام و خود کشور چین و استقلال چین و جنگ هایی که در اونجا صورت گرفته و فرانسوی ها و اینا، حالا امروز بعد جنگ جهانی دوم چطوری یه شکل دنیا عوض شد، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چجوری وضع جهان تغییر کرد، همینطوری که میایم جلو میبینیم که مرتب به خاطر سرعت علم و اختراعات و اکتشافاتی که صورت میپذیره این در حقیقت ورد اوردر هم، نیو ورد اوردر یعنی نظم نوین جهان هم با همون هی تغییر میکنه. و چرا آمریکایی‌ها از اونجا میان بیرون و چرا میخوان از راه دور اونجا رو کنترل کنن، یک در سابستیتیوت به جای خودشون اونجا قرار بدن، اسرائیل رو در اونجا به عنوان نماینده خودشون قرار بدن، داستان همین صلح ابراهیم چی بود اسمش، قرارداد ابراهیم، پیمان ابراهیم، پیمان ابراهیم، خب همه اینا توی این داستان شک گرفته و ما میبینیم که علارغم همه اتفاقاتی که افتاد و این حرکت سبوانه ای که صورت گرفت از طرف حماسی ها، ولی اون پیمان ابراهیم لطمه ای بهش وارد نشده و این خودش نشون میده که اون همون نظم نوین جهانی داره
پوست میندازه و از شکلی به شکل دیگه ای داره در میاد. توی این داستان یقینا چین یک نقشه اساسی بازی میکنه، چنانکه چینی ها رفتن به ایران مستقیما گفتن که آقا پاتو بکش بیرون وگرنه ما تمام رابطه اقتصادیمو باهاتون قطع میکنیم، یه جوری تهدیدش کردن. آقای بهبهانی ها جونم میخوام نظر تو بشنم. شما وقتی راجع به نظم نوین جهانی اون قسمتی که میگیم پوست انداخته کاملا درست دارید میگید، اون داره قیافه خودش رو عوض میکنه، ولی نظم نوین جهانی از بین نرفته و اون چیزی که ما به عنوان مسئله گلوبالیزم صحبت داریم میکنیم و نقش خود چین در اینجا در 10 سال گذشته، چین به خاطر اون داستان اقتصادی و رشد اقتصادی که کرد خودش رو تبدیل به یک نیروی نظامی کرد، یعنی یک نیروی نظامی مطرح کرد، اتحاد جماهیر شوروی رفت کنار. بنابراین چینی ها برای اینکه اون برند خودشون رو، اسم خودشون رو بتونن بیارن در سطح دنیا مطرح بکنن، آگاهی دارید اون مسئله ایه که ما بهش میگیم گلوبال ساوث. گلوبال ساوث یعنی جهان جنوبی یا جنوب جهانی. منظور به اینه که اگر ما بگیم جهان اول آمریکاست، جهان دوم اروپا بوده، اون چیزی که جهان سوم بوده گفتن کشورهای جهان سوم، اون امروز شده گلوبال ساوث، اون شده امروز چیزی که ما بگیم جهان جنوبی. چین در اینجا خواست قدر این معادلات رو عوض بکنه، اون پوست انداختن نظم نوین جهانی به خاطر مسئله چینی هاست، برای اقتصاد چینی ها، چون اونجا رو قرار نداره. باز ادامه بدیم همینجا. بله. و اون که مثلا راجع به همین گلوبالیزیشن که یه بخشی از این نظم نوین است، نیو ورلد اوردر هست، خب دیدیم در مثلا آمریکا یه آدمی پیدا شد مثل ترامپ و خواست همه اینا رو از بین ببره و خیلی هم تقلا کرد و در این زمینه، ولی این نشدنیه یه جوری. به نظر شما میشه این گلوبالیزیشن رو از بین برد و هر کشوری برای خودش بشه فقط؟ نه، این اتفاق نخواهد افتاد و میبینیم که امروز چه مشکلاتی رو بر سر راه آقای پرزیدنت ترامپ، پرزیدنت سابق آمریکا گذاشتن. ایشون شاید هم دوباره برگرده سر کار، حداقل در داخل آمریکا بعد از انتخابات اولیه‌ای که در 2 ایالت انجام شد به نظر میرسه که ایشون به نظر 100% کاندید حزب جمهوری خواهد بود. تا از اینجا اون داستان اتهامات ایشون داستان دیگریه، ولی آقای پرزیدنت ترامپ نمیتونن سیستم بین‌المللی رو که از جنگ جهانی دوم روش کار شده، از قبل از جنگ جهانی دوم روش کار شده، عوض بکنم. آقای بهبهانی، جنگ جهانی دوم نه تنها ارتش آمریکا رو به اون چیزی که هست تبدیل کرد، نه تنها آمریکا رو به اون کشوری که هست تبدیل کرد، اقتصاد آمریکا رو، بلکه آمریکا رو متوجه تغییراتی که باید بده. من در صحبت‌های قسمت اول گفتم که خاورمیانه داره تغییرات اساسی پیدا میکنه. اون تغییرات اساسی به رهبری اسرائیل و عربستان سعودی خواهد بود. عربستان سعودی در اون پیمان ابراهیم با اسرائیل ارتباط برقرار خواهد کرد. من گفتم عربستان هم پیمان پاکستانه. پاکستان هم با اسرائیل رابطه برقرار خواهد کرد. بنابراین تمامی این تلاش‌ها برای به هم ریختن این نظم نوین جهانی. چینی‌ها نمی‌خوان این نظم رو به هم بریزن، برای اینکه چینی‌ها قسمتی از اون اقتصاد بین‌المللی هستن دیگه. بله، قسمتی از اون اقتصاد بین‌المللی هستن و قبول می‌کنن، منتها می‌خوان رهبر اون رو عوض بکنن. یعنی اگه رهبر آمریکا نباشه ما هم رهبر باشیم، یا اگر نمیتونن آمریکا رو عوض بکنن بگن حداقل شریک باشیم، با هم دیگه اون اقتصاد رو بیاریم جلو. بنابراین آقای پرزیدنت ترامپ ممکنه رئیس جمهور بشن در 4 نوامبر 2024 رأی بیارن و رئیس جمهور آمریکا بشن، ولی وقت کافی برای به هم ریختن این نظم نوین جهانی، برای گلوبالایزیشن، دنیای شدن نخواهند داشت. چون ایشون اگر در صحبتش هم میگه اگه من رئیس جمهور بودم پوتین حمله نمیکرد، خیر، اشتباه میگه ایشون. آقای پوتین الان نقشه حمله به برای اون کشورهای بالتیک که یوگسلاوی سابق بودن، بله، الان برنامه رو اونجا داره پیاده میکنه، چون با اوکراین نمیتونه کاری بکنه، اوکراین نمیتونه ببره جلو، الان برنامه در اونجا داره میریزه. حالا هر کسی که میخواد رئیس جمهور بشه باشه،
آقای ترامپ به نظر من وقت کافی برای اون چیزی که داره چرا میگه اگه نداره. بیاد مثلا یه مرتبه تصور کن، تصور کن، حالا نمیگیم میکنه یا نمیکنه، ما که نمیدونیم، ولی تصور کن یهو بیاد بگه که آقا ما نمیخوایم عضو ناتو باشیم، به عنوان رئیس جمهور آمریکا میگه من نمیخوام باشم. خب یه اون ناتو رو به هم میزنه دیگه. تلاش کرد در این زمینه در دوره پیش، فرصت کافی نبود. ممکنه این دوره بیاد از اینجاها یه مرتبه شروع کنه، وقت چه اتفاقی بیفته؟ کنترل واقعی اقتصاد در دست شرکت های آمریکایی. آقای بهبهانی، اونها کسانی هستند که تصمیم میگیرن چطور زندگی ما رو دوباره بگردونن. رفتی دنبال توطئه یه عده دیگه نه یه جای نه نه، دیگه. توطئه نیست، اقتصاد آمریکا دست شرکت های آمریکاییه، American corporations. اونها آینده اقتصادی دنیا رو برنامه ریزی کردن. آقای ترامپ قسمتی از این راهه، راه نیست. آقای ترامپ کسیه که داره راه میره، جاده نیست آقای ترامپ. خواهش میکنم که اونهایی که اهمیت زیادی به روی کار آمدن ایشون دارن میدن ندن، ولی ایشون ناتو رو به هم نریخت، نمیتونه به هم بریزه، نمیتونه اون عمل رو انجام بده، چون خود آقای ترامپ به عنوان یک بازرگان، به عنوان یک کلان بازرگان، قسمتی از اون سیستم بین المللی اقتصادی هستند. چون آقای ترامپ خودشون هم در کشورهای دیگه ساختمان ترامپ دارن، اینو دارن، اونو دارن. بنابراین اون اتفاق نخواهد افتاد، آمریکا از ناتو بیرون نخواهد اومد، ولی خب میشه راجعش بحث کرد. آمریکا اون سیستم گلوبالایز جهانی شدن رو به هم نخواهد ریخت. ایشون هم خودشون، هم دخترشون یا دامادشون، وقتی که خود آقای ترامپ در همین محاکماتی که هست گفتن ایشون نتونسته از بانک‌های آمریکا پول بگیره، رفته از بانک‌های آلمان پول گرفته یا بانک‌های جای دیگه پول گرفته. بنابراین اون سیستم به هم نمیذاره. باید خاطرتون جمع بشه، اون سیستم جاییه که برنامه‌ریزیش از 100 سال گذشته انجام شد، دو جنگ جهانی هم شد که اون رو تقویت کرد. بعد از اون جنگ ها هم خب این شرکت‌های آمریکایی بالاخره باید اسلحه بفروشن دیگه، نمیشه که اون شرکت ها نون و آبشون فروش اسلحه است. نه توته نیست، این توته نیست، این توریه توته توریه تو اونم شما میبانی اگه اطلاع ندارید بدونید که در داخل آمریکا این مسئله تا چند سال دیگه روشن خواهد شد. چی؟ یعنی ما همین یوفو؟ اون چیزی که ما به عنوان Unidentified Flying Object UFO داریم میگیم، یه ذره اجازه بدید این داستان Artificial Intelligence جا بیفته، یه ذره اجازه بدید که ما بیشتر راجع به این هوش مصنوعی تو تلفنامون بیاد و نمیدونم در جلو خود هوش مصنوعی تمامی اینها رو، اون اطلاعات رو در اختیارتون خواهد گذاشت. بفرمایید. بسیار ممنونم، با امید اون روز. ولی نه، باید پامون رو زمین باشه، از همینجا با هم حرف بزنیم. ممنون، سپاس و صد سپاس از همه مهرت، حضورت و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر. ممنون از شما آلبرت، سپاس گذارم. سپاس و بدرود. تشکر از تو نظر. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از همه بخش های سایت بهره برن. از همه همراهی و همدلیتون نازنین سپاس گذارم. برای شما خوبان نیز آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما، ممنون که همراهی میکنید. ایداره.